مسلمانان روهینگیا چند سالی است که از ترس کشته شدن توسط ارتش حکومت نظامی میانمار از کشور خود فرار کرده و به کشور بنگلادش پناه بردن حالا هزاران نفر از آوارگان روهینگیایی در بنگلادش خواستار بازگشت به کشور خود در سال 2023 شدند گزارش همکارم علی اکبری رو با هم ببینیم هزاران مسلمان روهینگیا در یک اردوگاه پناهجویان در سواحل جنوبی شرقی بنگلادش در راه های گسترده شرکت کرده و خواستار بازگشت سلحامیز و با عزت به وطن خود در میامار در سال 2023 شدن. شرکت کنندگان در این راه پیمایی بنرهایی با خود هم می کردن که روی آن نوشته شده سال 2023 باید سال بازگشت ما به خانه باشد روهینگیا میخواهند در سال 2023 لبخند بزنند. آنها از اینکه فرزندانشان بدون آموزش و مراقبت در شرایط نامطمئن نسبت به بازگشت مسالمت آمیز و آبرومندانه به خانه و شرایط بدی در سیاست سی کمپ پر هم در بنگلادش در حال بزرگ شدن هستند ابراز ناراحتی کردند. رهبران آوارگان روهینگیایی از جامعه جهانی خواستند تا فشار مناسبی را بر دولت میانمار اعمال کند تا آنها حقوق شهروندی خود را باز و سالم به خانه های خود بازگردند به گفته سازمان ملل متحد ارتش میانمار و شبه نظامیان بودایی از 25 آگوست 2017 حملات و قتل عام وحشیانه را علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت آراکان آغاز کردند که بر اساس گزارش این سازمان هزاران نفر از آنها را کشته و نزدیک به یک میلیون آواره و مجبور به مهاجرت به بنگلادش شدند. دولت میانمار آوارگان روهینگیا را مهاجران غیرقانونی از بنگلادش میداند در حالی که توسط سازمان ملل متحد به عنوان اقلیتی که با بیشترین آزار و اذیت روبرو هستند طبقه بندی شدند بر اساس اعلام سازمان یونیسف حدود یک میلیون مسلمان روهینگیا در حال حاضر در کمپ پناهندگان در شهر کوکس بازار بنگلادش زندگی می کنند. علی اکبری اخبار شیه